سلام، به صفحه دو خوش آمدید. دادگاه رسیدگی به فساد در قوه قضاییه برپاست. اکبر اطبایی طبری، متهم ردیف اول این پرونده، معاون اجرایی قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی آملی بود با اختیارات بسیار زیاد. اما در 10 سال پیش از آن و در دوره هاشمی شاهرودی هم جز مدیران ارشد بود. دادستان ها میگویند او در قوه قضاییه شبکه ای را ایجاد کرده که روی احکام تاثیر میگذاشته و رشوه های سنگین دریافت میکردند. از میان آن نام ها دو نام سرشناس هست که بازپرس و قاضی بسیاری از روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی و ورزشکاران بودند. بیژن قاسمزاده و غلامرضا منصوری که اولی با کت و شلوار به دادگاه اومد و دومی متواری و در آلمان از البته گفته برمیگردد. آقای قاسمزاده نامی آشناست، چرا که به عنوان بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه حکم فیلتر تلگرام را هم او صادر کرده. از دیروز شمار زیادی از کسانی که حکم بازداشتشان توسط این دو صادر شده یا یکی از این دو با آنها برخورد قضایی داشتند درباره شیوه های آنها در توییتر نوشتند. تعداد قابل توجهی از آنها روزنامه نگارند. بازداشت و تشکیل پرونده مبارزه با فساد در داخل قوه قضاییه باید خبر خوبی باشد. آیا اینطور هست؟ در برنامه امروز بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم با این مهمانان. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری از تهران با ماست. آقای آقاسی، وکیل محمد رضا شجریان بودند در دو پرونده جداگانه که بیژن قاسمزاده و غلامرضا منصوری قاضی آن پرونده ها بودند. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس با ما هستند. آقای قاسمزاده بازپرس یکی از پرونده های آقای شعله سعدی هم بودند. و بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار از پراگ همراه ما هستند. آقای قلی‌پور در یک سال گذشته به طور ویژه روی پرونده آقای طبری کار کردند و جزئیات زیادی درباره این پرونده میدونن. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. امروز سخنگوی قوه قضاییه گفت که فساد در قوه قضاییه همه‌گیر نیست، گفت تخلف رویه نیست، استثناست و گفت که کمتر از 1% هست این تخلف‌ها. آقای آقاسی، شما سال‌هاست دارین با قوه قضاییه کار می‌کنید. آیا اینطور هست؟ آیا برداشت شما هم همینه؟ البته فراگیر و همه‌گیر نیست به این معنی که همه قضات چنین مشکلی رو ندارن، همه قضات این ناچجی‌ها و نادرستی‌ها رو بهشون در واقع نمیشه منتسب کرد، همچنین کارکنان دفاتر رو. ولی متاسفانه به علت اینکه در گذشته برخوردهای لازم با کسانی که حتی گزارش میشد که اینها مشکلاتی دارن به مرجع در واقع ناظر قضایی و دستگاه قضایی صورت نمی گرفت، این برخوردها و اعتنایی نمی شد به این گزارش ها، متاسفانه گسترش پیدا کرد. به طوری که اگر خاطرتون باشه فراموش نمی کنیم که مرحوم شاهرودی وقتی که آمد در یکی از صحبتهاش گفت بیش از 1000 قاضی رو ما باشون برخورد قضایی کردیم و جناب آقای رئیسی هم اخیراً صحبت‌های در این زمینه داشتن. بنابراین استثنا نمیتونیم بگیم هست و نادر و نمیتونیم بگیم که فراگیر هم هست. اما وضع به نظر شما بدتر شده از قبل نسبت مثلا به همون 20 سال پیش که آقای شاهرودی گفت من خرابه ای از آقای یزدی تحویل گرفتم، یا نه؟ طبیعیه که وقتی فسادی در یک نهادی یا در یک جمعی به وجود بیاد و برخورد لازم صورت نگیره، جرأت و شجاعت کسانی که میخوان از موقعیتشون و یا ارضاء تمایلاتی که در جهت اغراض شخصی دارن در واقع بهره مند بشن از این موقعیت ها، بیشتر کشیده میشن به سوی فساد و تحریک میشن که اقداماتی را که برخلاف شأن دستگاه قضا و حقوق مردم هست مرتکب بشن. متاسفانه خانم قاضی‌زاده، ما در گذشته یعنی در نظام قبلی قوه قضاییه چنین مسائلی رو نداشتیم. چرا؟ چه چیزی تغییر کرده؟ فرصتی بود حتما. عنایت بفرمایید که نگاه به قوه قضاییه متاسفانه نزد مقامات ستادی و اونهایی که تصمیم گیرنده های اصلی تعیین افرادی برای تصدی دستگاه قضا دارن بسیار ساده انگارانه بوده و به همین دلیل تصور میکردن که هر کسی قادره که این قوه را اداره بکنه. هیچ کس بجز آقای رئیسی که الان
در این دستگاه هست و در قوه قضایی سالها بوده، به اعتقاد من از نظر علمی صلاحیت لازم رو برای اداره قوه قضاییه نداشته. و به خصوص مثلا آقای شاهرودی رو من به خاطرم هست که در اون سالی که میخواست بیاد و دستگاه قوه قضاییه تحویل بگیره، چند ماهی در قوه قضاییه، اونم در قسمت ستاری اون، داشت مطالعه میکرد که یاد بگیره اصلا قوه قضاییه چگونه باید اداره بشه. طبیعیه که در عرض یعنی منظورتون اینه که به لحاظ اجرایی نمیتونستن، امکان نداره، بلد نبودن به لحاظ اجرایی، مسلما صلاحیت علمی رو نداشتن، این اهلیت رو نداشتن. و بنابراین کار به اینجا رسید. بذارید ببینم آقای شعله‌سعدی هم موافق هستند با این اظهار نظر شما. آقای شعله‌سعدی، شما حقوقدان هستید، وکیل بودید، هم به عنوان متهم در این دادگاه ها بودید، هم به هر حال خودتون هست، برداشت شما چی؟ آقای موافق هستید که غیر از این رئیس فعلی، آقای رئیسی، رؤسای پیشین نمیدونستن، کار بلد نبودن و برای همین کار به اینجا رسید؟ من میخوام بگم آقای رئیسی هم خیلی بلد نیست، برای اینکه آقای رئیسی هیچ وقت رئیس مثلا دادگاه حقوقی که نبوده، همیشه یا دادیار بوده یا دادستان بوده، دادگاه انقلاب بوده. دادگستری چیز دیگری است و اون که آدم بیاد مثلا در سمت دادستان و دادیار و اینا، لزوما حقوقدان نمیشه و اهل دستگاه قضا نمیشه. اونا که حتی اینم بلد نبودن، کار به آقای مثلا از خود دکتر بهشتی، دکتر بهشتی در حال، یه مشکل دیگه هم اینه که نه تنها اینا بلد نبودن کار قضا رو، بلکه اینا اصلا عناصر سیاسی بودن، یعنی مدیریت قوه قضاییه از اول انقلاب، از زمان دکتر بهشتی که ایشون ضمن این که رئیس قوه قضاییه بود، دبیر کل فراگیرترین حزب سیاسی کشور بود، حزب جمهوری اسلامی. آقای شعله‌سعدی، متوجهم چی میفرمایید، میفرمایید که سیاسی کاری شده، ولی بحث الان این هست، آقای رئیسی آدم غریبه ای نیست، سالها در همین قوه قضاییه بوده، در رده های بالا، الان شده رئیس قوه قضاییه. خیلی ها خوشبین هستند به این جور محاکمات، مثلا همین که یک پرونده فساد گسترده ای در قوه قضاییه رو الان بردن دادگاه و سر و صدا دارن انجام میدن. شما هم خوشبین هستین؟ شما هم جزو اونهایی؟ نه، من اصلا خوشبین نیستم، به خاطر اینکه مشکل قوه قضاییه مشکلات ساختاری داره. اینکه آقای رئیسی بخواد حتی ارادهش هم داشته باشه، انقدر مشکلات فراتر از اون وجود داره که نمیتونه انجام بده. ببینید، باید از اون بالا بالا شروع بشه و مثل آقای طبری یکی و دوتا که نیست، که باید بود گفت که گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. قوه قضاییه تا مشکلات ساختاریش حل نکنه، اصلا نمیتونه اعتماد از دست رفته رو برگردونه. حالا من سه چهار تا از مشکلاتش رو میگم. اول اینکه قوه قضاییه مدیریتش دست آدمای سیاسی بود. دوم اینکه اینا آدم برای اینکه سیاسی بودن اهل کارم نبودن. سوم اینکه قوه قضاییه اصولا استقلال نداشته، به خاطر اینکه اصلا استقلال قوه قضاییه یکی از شاخصهای نظامهای دموکراتیک است، در حالی که ایران اصلا خود مقامات هم ادعا نمی کنن که نظام دموکراتیک است. نظام بلایی است، نه دموکراسی. و مسائل دیگری داره، مثلا الان ما دانشگاه هامون ورشکسته هستن واقعا، به ویژه دانشگاه هایی که علوم انسانی و از جمله حقوق رو تدریس می کنن. آقای شعله‌سعدی، اگه بتونیم بحث رو برگردونیم رو قضیه فساد و به خصوص کسانی که تو این پرونده مطرح هستن، من میخوام به طور مشخص در مورد آقای قاسم‌زاده بپرسم که مترهم ردیف 11 بودن، در دادگاه حاضر بودن با کت و شلوار، خیلی راجعشون صحبت شده. الان مثلا خیلی از ورزشکارا به قول معروف صابون ایشون به تنشون خورده، خیلی های دیگه در مورد ایشون نوشتن. شما هم جز متهمانی بودین که با ایشون بازپرس پرونده‌تون بودن، چطور بودن؟ اتفاقا ببینید، چرا بازپرس بود؟ من یه نامه سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی نوشتم، چون ایشون به حسن روحانی که گفته بود راجع به حس خانگی مطلبی گفته بود، ایشون گفته بود تا چه کاره ای؟ من یه نامه سرگشاده نوشتم خطاب به صادق لاریجانی، گفتم من آره شما هیچ کاره است، ولی تو که همه کاره ای؟ این هم اصول قانون اساسی راجع به حقوق متهم و آئین برخورده بود، اونم اصول قانون اساسی راجع به وظیفه قوه قضاییه که تو رئیسشی، تو که همه کاری هستی چرا وظایفت انجام نمیدی؟ دو تا سوال کلیدی هم کرده بودم، گفتودم اولا بگو که حس خانگی چه صیغه ای و در کدام قانون تعریف شده، و دوم این که تا که دستگاه قضایی ما باید تحت سلطه نهادهای امنیتی باشه.
این رو همین آقای دادستان، آقای دولت آبادی اعلان جرم کرده بود، به جایی که من رو احضار کنه نشر آگهی کرده بود و با کیفر خاص فرستاده بود دادگاه شعبه 26 دادگاه انقلاب. احمدزاده قاضی اونجا نوشته بود که آقای شورستادی اول فرد معروفی تو کشور، ثانیاً همه نهادهای امنیتی شناخت کامل نسبت به ایشون داره و ثالثاً اصلا وکیل دادگستری اینم آدرسش. چرا شما غیابی ایشون رو مورد اتهام قرار دادی؟ چرا احضارش نکردی؟ پرونده رو برگردونده بود دادسرا، اومد و تعلق خود این آقای قاسم زاده. اتفاقا آقای قاسم زاده نسبت به من با لطف و قانونمند عمل کرد. خفیفترین قراری که ممکن بود صادر کرد، قرار عدم التزام و عدم خروج، ولی من گفتم آقا سفر خارجی دارم، این قرار مناسب نیست، شما قرار من رو تشدید کنید بذارید کفالت و این کار رو کرد. اما هم قاضی احمدزاده که الان اخراج شده، با اینکه این حرف رو زد بود راجع به من، بعد یک سال و نیم حبس به من داد، چون به آقای لاریجانی گفتم بالا چشت ابرو چرا وزارت انجام نمیدی، اونم مصداق تبلیغ علیه نظام تلقی کرده بود. معلوم بود که صادق لاریجانی یعنی نظام جمهوری اسلامی. بنابراین شما جزو کسایی نبودید که آقای قاسم زاده باتون خشن برخورد کرده باشه، ولی خیلی از روزنامه‌نگاران آقای قلی‌پور گفتن که خیلی خشن باشون برخورد شده، گفتن که مثلا کسانی که تو پرونده حالا آقای منصوری در سال 91 حدود 20 تا روزنامه‌نگار رو بازداشت کردن، میگن که خیلی خشن برخورد شده، میگن آقای قاسم زاده هم آدم خشنی بوده در برخوردهاش با روزنامه‌نگاران. همینطور در مثلا پرونده تتلو هم صحبتش هست که او قاضی بوده و همینطور برخورد میکرده. آقای قلی‌پور فکر میکنی چه چیزی باعث میشه که بعضی از قضات چنین توانایی رو دارن، چنین جایگاهی دارن که میتونن اینطوری برخورد بکنن، و بعد چی میشه که کار یک دفعه به اینجا میرسه؟ چه پروسه‌ای طی میشه به نظر شما؟ پرونده آقای طبری یکی از پرونده‌های شاخص در قوه قضاییه و حتی 40 ساله اخیر جمهوری اسلامی است. ما داریم در مورد یک فساد ساختاری و سیستماتیک در قوه قضاییه، به طور مشخص در قوه قضاییه صحبت میکنیم. این موضوعی که از روز گذشته در خصوص پرونده آقای طبری مطرح شده، بُعد حقوقی، بُعد حقیقی این پرونده به معنای این هستش که ما یک فردی به نام آقای طبری داریم، 61 متهم داریم، متهمان غایبی مثل آقای لاریجانی، اژه‌ای محمد جعفر منتظری، عباس جعفری، دولت آبادی در این پرونده هستن که به صلاح دید مقام‌های بالاتر اسم اینها مطرح نشده. آقای طبری در واقع مهمترین اتهامی که الان متوجهش هست فساد، رشوه و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی هست. ما وقتی که این پرونده‌ها رو مورد بررسی قرار می‌دیم، می‌بینیم که آقای طبری و مجموعه تشکیلاتی که ایشون در قوه قضایی از زمان آقای هاشمی شاهرودی تا در واقع پایان دوره آقای لاریجانی داشتن، عمده پرونده‌ها پرونده اقتصادی بوده، یعنی کسانی بودند که ثروت‌های هنگفتی داشتن، مشکلات حقوقی یا قضایی پیدا کرده بودند و آقای طبری با سیستم خودش وارد شده و از اینها رشوه‌هایی دریافت کرده یا وارد مبادلات اقتصادی شده. معاون اجرایی قوه قضاییه چطور در چنین جایگاهی بوده که بتونه وارد این پرونده ها بشه؟ ببینید، تصور من این هستش که آقای طبری یک بخشی از اقداماتش در خدمت سیستم بوده. ما این رو در پرونده کمتر میبینیم، به این معنا که قوه قضاییه وقتی ما از فساد صحبت میکنیم، تصور این هستش که افرادی در یک سیستم های فاسد بودن، در حالی که اگر یک پله بریم بالاتر، ما در مورد فساد سیستم صحبت میکنیم، یعنی تشکیلاتی به نام قوه قضاییه ترجیح میده که منابع مالیش، منابعی که کمبود بودجه داره و مسائلی که به لحاظ بودجه‌ای نمیتونه اونها رو تامین کنه، از طریق اقداماتی از قبیل اقدامات آقای طبری ببره جلو. یعنی ما وقتی که میبینیم که زندان ایوان نوسازی میشه، وقتی میبینیم که زندان ها نوسازی میشه، اینجا رو من متوجه نشدم، یعنی شما میفهمید که کسانی که تو این پرونده متهم هستن این پول ها رو جمع آوری میکردن میآوردن توی قوه قضاییه خرج میکردن، تو جیب خودشون نمیگذاشتن. ببینید یک بخشی از اقداماتی که این آقایون میکردن اقدامات روالی بوده که رئیس دو قوه از اینها میخواسته، یعنی به اینها میگفته که آقا ما کمبود بودجه داریم، ما نیاز به منابع مالی داریم،
از این طریق مثلا یکیش حساب‌های مردمی بوده که در اختیار قوه قضاییه بوده که اعلام شده 430 میلیارد تومان سودش بوده. اینها به خاطر اینکه سیستم بهشون اجازه میداده که دست به فساد بزنن، یک بخشی از این منافعی که می‌بردن می‌دادن به در واقع در اختیار قوه قضاییه قرار می‌دادن که بتونه حقوق قضات رو بدونه، بتونه در واقع مسائل مالیش حل کنه. در کنارش خب میگفتن خیلی خوب، ما که این قدرت فساد رو داریم، یک بخشی از منابع مالی رو خودمون برمیداریم. الان چیزی که در پرونده آقای طبری مطرح هست، رسیدگی به تخلفات شخصی این پولهایی هستش که از در واقع سیستم اجازه داده اینها از طریق فساد و در واقع زد و بند به دست بیارن، در حالی که اون بخش از پرونده آقای طبری که آقای طبری در ساخت و سازهای بسیاری برای قضات، خانه‌ها و مجتمع‌های بسیاری دست داشته در قوه قضاییه، در مورد این منابع مالی این در واقع مجتمع‌های قضایی، مسکونی، فرهنگی و قوه قضاییه بحثی نمیشه که این پول‌ها از کجا اومده. قوه قضاییه این پول‌ها رو، آقای طبری این پول‌ها رو از کجا آورده؟ مسبب از آقای آقاسی من این رو بپرسم. آقای آقاسی، میدونیم که به هر حال بخش عمده ای از پرونده هایی که الان صحبتش میشنویم صحبت کسانی است که با فرهنگ و رسانه، با دادسرای فرهنگ و رسانه در طرف بودن، برای که اونه کسایی هن که میان روی توییتر این ورانور مینویسن و ما مطلع میشیم. اما یه بخش عمده ای از کسانی که پرونده دارن در قوه قضاییه، در این سالها هم پرونده داشتن، متهمان مالی هستند، حالا انواع و اقسامشون، و خیلی کم در مورد اینها ما میدونیم، ولی میدونیم تعدادشون زیاده و الان آقای قلی‌پور هم اشاره کردن. اینا کسایی هستن که پول دارن، امکانات دارن و اون بخش رشوه و اینها به احتمال زیادی بخش عمدهش از طریق اینها تامین میشه. شما تجربتون در این زمینه چیه؟ چطور این روند رشوه گیری به چه شکل است؟ آیا شما باش برخورد داشتید؟ صحبت‌ها در این زمینه بسیار بود. از موکلین گاهی مطالبی رو میشنویم، بعضی مراجعه میکنن وقتی که میخوان اعطای وکالت بکنن، میگن شما با این قاضی ارتباط دارید. این نشون میده که در جامعه رواج پیدا کرده که کسی میتونه به یک مدعی یا به مدعا علیه، خواهان یا خوانده، کمک بکنه که ارتباطاتی داشته باشه. و این بسیار زننده است که در جامعه شیوع پیدا کرده. طبیعتا رشوه و ارتشا، من خاطرم هست، بگذارید یک مطلبی رو نقل بکنم خدمتون، مربوط به 30 سال پیش هست. یک قاضی رو گرفته بودن که حدود 400 هزار تومان رشوه گرفته بود. وقتی که رفته بود پیش یکی از اعضای شورای عالی قضایی، مربوط به اون زمان هستش، مطالبی رو این قاضی بیان کرده بود و مطرح کرده بود که با اون نتونسته بودن برخورد بکنن. و نتوانستن برخورد کردن درست با قاضی یا کارمند مرتشی، این باعث میشه که رواج پیدا کنه، همونطور که من خدمتتون عرض کردم. بعضی از کسانی که به هر حال مثل این آقای طبری که نمیشه گفت، راهش رو بلد بود، چون قانونا رو بلد بود، چطور الان دقیقاً نخواستن برخورد بکنن. من اجازه بدید یک مطلب دیگری رو خدمتتون عرض کنم. آقای مرتضوی که دادستان تهران بود، قبل از اون قاضی یک شعبه بود. شما همون موقع همون زمان در تهران در کار خبری کار میکردید، من خاطرم میاد، و میدونید که فقط همین یک شعبه رو گذاشته بودن که با روزنامه هایی که میخوان شعبه 14 کارکنان دولت. دقیقاً. بعد شکایاتی از طرف روزنامه نگارا، مدیران مسئول، علیه این آقا به عنوان قاضی مطرح شده بود و در دادسرای انتظامی قضات و سپس در دادگاه انتظامی برای ایشون کیفرخواست صادر شد و اقدام شده بود. در اون زمان مقام ارشد قوه قضاییه پا شده بود، رفته بود در واقع دادگاه انتظامی و دادسرای انتظامی پرونده رو گرفته بود و گفته بود که شما حق ندارید با قاضی من برخورد کنید. این خیلی موضوع جالبیه آقای آقاسی. بله برای اینکه عنایت بفرمایید، به همین دلیل برای بنابراین برخورد سیاسی هست دیگه. یعنی تا جایی که یک قاضی برای سیستم داره کار میکنه، سرجاش میتونه وایسه، درسته؟ کاملا عنایت بفرمایید. من پرونده هایی داشتم، پرونده که 9 سال اندی کار کردم روش، حکم گرفتم علیه کسی، بعد دیدم که در قسمت در واقع اختیارات ریاست قوه قضاییه گروهی کارشناس هستن که این رو برداشتن، پرونده رو عوض کردن و صحبت ها و گفتگوهایی
برای من پیش آمد و مطرح شد که نمیتونم اینجا بیان بکنم و به همین دلیل آقای شاهرودی وقتی که آمد اول اون قسمت رو تعطیل کرد. بله. ولی بعد که شروع کرد به خاطر اینکه آشنایی به مسائل نداشت دوباره این وضعیت ادامه پیدا کرد و ارتشا و دریافت حق و حساب و اون چیزهایی که در کیفرخواست آقای طبری شنیدیم بسیار گسترده بوده. بله. و غیر قابل انکار هست. پس برابر اینجا دو تا بحث مطرح میشه، بحث سیاسی کاری در قوه قضاییه و جالب هست که اینطوری به طور مستقیم اون وقت ربط پیدا میکنه به اینکه اگر کسی خلافی هم مرتکب بشه اگر به لحاظ سیاسی برای سیستم هنوز ارزشمند باشه با او برخورد نمیشه. به آقای مرتضوی اشاره کردید، آقای شله‌سعدی، آقای مرتضوی آدم شناخته شده ای هست، پرونده های گسترده ای علیهش مطرح بود، از قتل زهرا کاظمی رو بهش نسبت میدادن تا به چیزهای دیگه و همینطور کهریزک، ولی در نهایت میزان اندکی به هر حال محکوم شد به زندان و بعدم الان هم واقعا نمیدونیم کجاست و آزاد. تو همون موقعی هم که زندان باید میبود خیلی تو زندان نبود. فکر میکنید این در واقع سیاسی بودن قوه قضاییه از کی نشأت میگیره؟ با توجه به اینکه قوه قضاییه تنها در واقع تنها قوه ای هست که ریاستش مستقیم از طرف رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشه، نه هیچ سیستم انتخابی درش نیست. بله، ببینید من سال 81 یه نامه سرگشاده خطاب به خامنه‌ای منتشر کردم، گفتم تو رهبر غیرقانونی هستی، گرفتم من رو. همین آقای حداد که حالا در رابطه با کهریزک منفصل شده من رو محاکمه کرد، گفتم آقا تو چرا قسم خلاف قانون خوردی؟ قضات یه سوگندنامه داشتم که توی دادگاه هم من نصب بود به دیوار، آخرین بیتش این، آخرین خطش این بود که گفت من سوگند می‌خوردم که از مقام رهبری حمایت کنم تا دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کنم. گفتم آقا این قسم خلاف قانون اساسیه، تو این پرونده های خامنه‌ای طرف دعوای من، تو هم قسم خوردی از ایشون حمایت کنی، تو قاضی بی‌طرف که نیستی. گفت که بعد من اقرار میکنم قاضی به طرف نیستم، قاضی معزونم، هر چی آقای خامنه‌ای بگه راجع به تو حکم میدم. حتی تصریح کرد و اگر بگی به اندازه قانون، بیشتر از قانون یا کمتر از قانون تو رو محکوم کنم میکنم. و این پس بنابراین با این حساب هیچ امیدی میشه داشت آقای شله‌سعدی به این سیستم دستگاه قضا؟ ایرادای ساختاری عدیده قوه قضاییه داره، یکیش نفوذ نهادهای امنیتی رو قوه قضاییه هست، یکی ملوک و توایفی تو خود قوه قضاییه هست. الان ببینید چند نوع دادگاه داریم که بعضی هاشون اصلا محمل قانونی نداره، در حالی که طبق اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی شکایات و تظلمات و تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت دادگاه منوط به حکم قانونه. یعنی چی؟ یعنی مجلس باید تصویب کنه. بله. الان این دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که اخیراً پارسال تا به درست شده با دستور آقای خامنه‌ای، آیا این قانونیه؟ آیا این محمل قانون داره؟ مجلس تصویب کرده؟ دادگاه ویژه روحانیت که درست شده با این حساب پس شما میفهمید که خیلی داره در واقع تصمیمات سیاسی از در روند کارها در قوه قضاییه تاثیر میذاره. آقای قلی پور، چه شد تاریخ مصرف آقای طبری تمام شد؟ میدونیم؟ ببینید واقعیتش اینه که آقای طبری یک مجری سیاست‌های 20 ساله دو مدیر قضایی منصوب آقای خامنه‌ای بودن. علی ظاهر آقای رئیسی که از طرف طرفدارانش به یک فرد پاکدست مشهور هست و تبلیغات میشه در موردش، از قرار معلوم با روند آقای فعالیت آقای طبری موافق نبوده و حکم برکناری و حتی حکم بازداشت ایشون داده. بحث من در خصوص مدیریت ستادی قوه قضاییه این هستش که وقتی که سیستم ها برای تأمین نیازهای خودشون به یک روندهای غیر قانونی متوسل میشن، بعد از یک تغییر تحولاتی که در رأس هر نهادی هم از دولت هم از قوه مقننه و قوه قضاییه صورت میگیره، ما شاهد یک سری تصفیه حساب ها هستیم. حتی در حوزه دولتی ما میبینیم که سیاست دولت آقای احمدی نژاد زمین تا آسمون با سیاست های دولت آقای روحانی تفاوت داره، امتیازهایی که دولت آقای روحانی به بخشی از آقای رئیسی ده. چطور میتونیم بگیم آقای رئیسی تا زمانی که بشه رئیس قوه جزو آدمهای ارشد در قوه قضاییه بوده؟ غیر از اینه ببینید آقای رئیسی در تبلیغاتش، در تبلیغات ریاست جمهوریش، یک در یکی از فیلمهاش اشاره میشه به موضوع آقای خاوری،
اونجا آقای رئیسی میگه که من هشدار داده بودم که ایشون نباید خارج بشه، اما گوش نکردن. به معنایی داره اونجا توضیح میده که قدرت این رو نداشته که در مقام معاون اول بتونه یک سری تصمیم هایی که علی ظاهر آقای لاریجانی حامی سرسخت این تصمیم ها بوده، از جمله فسادی که آقای طبری و تیمش در اونجا داشته، این قدرت رو نداشته که در واقع اصلاح بکنه. بنابراین خودش رو سلب مسئولیت کرده از اینکه بخواد بیشتر وارد این حوزه ها بشه. اگه کوتاه بگید آقای قلی پور، چقدر برای شما قابل باور هست این حرف که او اون موقع قدرت نداشته الان قدرتش رو پیدا کرده؟ ببینید، همونطور که آقای شله سعدی اشاره کردن، دعواهای ملوک توایفی در واقع یه قبیله‌ای در قوه قضاییه وجود داره. هر فردی صاحب یک قدرتی هست. هرچند من اگر اعتقاد داشته باشم که آقای رئیسی این گزارش رو حتی به دفتر بازرسی آقای خامنه‌ای داشته داده و خودش امکان برخورد نداشته باشه، دست کم دفتر آقای خامنه‌ای میتونسته و اطلاع داشته از این فساد، که در خصوص این فساد آقای خامنه‌ای سکوت اختیار کرد. من خیلی کوتاه میخوام اینو از آقای شله سعدی بپرسم. آقای شله سعدی، در حدود 30-40 ثانیه، آیا امیدوار هستید با شروع این روند فساد در قوه قضاییه کنترل بشه یا نه؟ مراد عباسی بازپرس خود من بود موقعی که رفتم جلو مجلس. اول تفهیم اتهام کرد به عنوان اخلال در نظر با قرار کفارت 100 میلیونی، اما بهش دستور دادن که اتهام رو بکن اجتماع تبانی، قرار رو هم بکن بازداشت موقت، و ایشون تبعیت کرد. حالا جایزش هم گرفته، از بازپرسی یه مرتبه پرش کرده به قاضی دادگاه تجدید نظر، حتی دادگاه بدوی هم نه. همین مورد در مورد آقای قاسم زاده هم همین بود، ایشون از بازپرسی رفت شد قاضی دادگاه تجدید نظر، یعنی در ازای تخلفات از قانون تازه جایزه میدن. و نکته دیگه این که اگر که آقای رئیسی بتونه قالیباف رو محاکمه کنه توی انتخابات ریاست جمهوری، آقای حسن روحانی از تخلفات عظیم آقای قالیباف گفت و گفت من مردانگی کردم، اون رو ناپوشونی کردم، که البته کار زشتی کرد. خود آقای روحانی میشه اولش اعلان جرم کنن. چرا؟ برای که آیا شما سادی وقت ما تموم شد، متاسفانه خیلی نمیتونیم دیگه الان به رئیس مجلس هم برسیم، فعلا در همین حد قوه قضاییه نگهش داریم. ممنونم از شما آقای شله سعدی، آقای آقاسی و آقای قلی‌پور، و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه ما هستید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.